یکی از اعضای پلتفرم تحلیلی سنتیمنت اخیراً ارزهای دیجیتال محبوبی مثل ریپل و دوج کوین رو مورد بررسی قرار داده و متوجه شده که این رمزارزها شروع به بیدار شدن کردن. در این بررسی این تحلیلگر از یک شاخص غیر معمول به نام میانگین سن سرمایه گذاری دلاری یا MDIA استفاده کرده. این شاخص میانگین سنی تمام دارایی‌های یک بلاکچین یا به عبارتی میانگین سن سرمایه گذاری در یک دارایی را ارزیابی می‌کند. به گفته این تحلیلگر تا این هفته شاخص MDIA برای رمزارزهای ریپل و دوج کوین به مدت چند ماه در حال افزایش بود، اما اخیراً به میزان قابل توجهی سقوط کرده. با استناد به این موضوع، این تحلیلگر پیش بینی می‌کنه که این رمزارزها به زودی شاهد رشد قیمتی باشن، به ویژه اینکه اخیراً فعالیت‌ها و نقل و انتقالات XRP هم به طرز مشکوکی بیشتر شده. میلیونر شویی های عزیز سلام، خوش اومدید به ویدیوی امروز. امروز میخواییم درباره اینکه ریپل و دوج کوین از خواب بیدار میشن صحبت کنیم. خوشحال میشیم ویدیومون رو لایک و کانالمون رو با زدن دکمه زنگوله دنبال کنید تا ویدیوهای جدیدمون با شما به اشتراک گذاشته بشه. سرمایه گذاران سازمانی به ریپل علاقه دارن. گزارش جدید پلتفرم کوینشرز نشون میده سرمایه گذاران سازمانی در این هفته میزان سرمایه گذاریشون رو روی محصولات مرتبط با سولانا و ریپل افزایش دادن. در همین حال، این دسته از سرمایه گذاران اشتیاق چندانی به سرمایه گذاری در بیت کوین نشون ندادن. حتی بر روی محصولات مرتبط با فروش استقراضی بیت کوین یا پوزیشن شورت 15 میلیون دلار سرمایه گذاری شده. به گفته کوینشرز در این هفته سرمایه گذاران سازمانی در مجموع از محصولات مرتبط با موقعیت‌های خرید استقراضی بیت کوین خارج شدند. البته در همین حال دارایی‌های تحت مدیریت این شرکت‌ها از 17.8 میلیارد دلار در پایان ژوئن 11% افزایش داشته. همزمان جریان سرمایه ورودی به موقعیت‌های فروش استقراضی بیت کوین 15 میلیون دلار افزایش داشته و به 88 میلیون دلار رسیده. نسخه جدید نرم افزار نودهای شبکه دوج کوین منتشر شد. بالاخره نسخه 1.14.6 نرم افزار کور شبکه دوج کوین عرضه شد که سبب بهبود عملکرد نودهای این شبکه میشه. تاکنون از مجموع 2036 فول نود شبکه دوج تعداد 275 عدد اونها به نسخه جدید مهاجرت کردند. در اواسط خرداد بود که تیم توسعه دهنده دوج کوین اعلام کرد نسخه 1.14.6 نرم افزار کور این شبکه رو همین تابستان عرضه خواهند کرد و در اختیار نودهای شبکه قرار خواهند داد. این نسخه بر روی گیت هاب دوج قرار گرفته و حال یکی از توسعه دهندگان دوج کوین با نام 360 اینویتبل در توییتی اعلام کرد که تاکنون 218 فول نود از شبکه بر روی اون مهاجرت کردن. البته این آمار حالا به 275 نود شبکه افزایش پیدا کرده، اما هنوز 1759 فول نود از نسخه 1.14.5 هسته شبکه دوج استفاده می کنن. شاخص سن سرمایه گذاری دلاری چیست؟ این شاخص بسیار ساده کار می کنه. اگر ارزش اون افزایش پیدا کنه به این معنیه که دارایی حرکت نمی کنه و ذخیره اون بیشتر و بیشتر خاموش میشه. چنین شرایطی معمولاً به رکود قیمت یه ارز دیجیتال منجر میشه، چون هرچی تعداد و سن کوین های بدون حرکت بیشتر باشه، قیمت اون کمتر رشد میکنه. در مقابل اگر ارزش این شاخص کاهش پیدا کنه، به این معنیه که آدرس هایی که قبلا غیر فعال بودن شروع به بیدار شدن و جابجا کردن ارز دیجیتال کردن که به نوبه خود نشون دهنده تغییرات مثبت احتمالی برای قیمت اون دارایی در آینده است.
به نظر شما روند دوج کوین و ریپل به چه صورتی خواهد شد؟ آیا دوج کوین و ریپل میتونن خلاف روند نزولی بازار عمل کرده و رشدهای خوبی داشته باشن؟ لطفاً نظراتتون رو برامون کامنت کنید. از اینکه تا انتهای ویدیو همراهمون بودین سپاسگزاریم. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.